سلام به همگی. امروز می خواهم آثار هنرمندان را که منظره های به روش منحصر به فرد خودشان کشیده شده هند و شما نشان بدم. لطفاً به اسم، سال تولد، مرگ این هنرمندان که در کنار هر نقاشی نوشته شده است دقت کنید. این نقاشی متعلق به رانی مارگریتا هست. چی چیز دارد؟ از آسمان می ریزد. مطمئنن باران نیست. بله، مردان در کت و شلوار دارند، سقوط می کند. این خیلی مناسب به فرد نیست. تصاویری غیر واقعی مانند این نقاشی سوریالیسم نامیده می شود، به خاطر اینکه از واقعیت فراتر می روند. این یکی هم متعلق به مارگریت هست. این نقاشی اصلا واقعی گرایانه نیست. درست است. پشت زمینه هان یک زمین وسیع و کوههای قرار دارد، اما در قسمت جلو یک شیشه عظیم و ابرهای روی هان وجود دارد. این یک منظره احمقانه هست، اما فکر نمی کنید هان تکه ابر روی شیشه بسیار ملایم و شیرین خواهد بود؟ این نقاشی متعلق به والادیمیر کوش هست. تخم مارخا غالبا در اثر آثار او حضور دارند. به عقیده او یک تخم مرغ نشانگر یک خورشید در حال طلوع و شروع یک زندگی است. این نقاشی غیر واقعی است، اما بسیار واقع‌گرایانه نشان داده شده است. اگر امین طور به نگاه کردن به آن ادامه دهم، ممکن است با واقعیت آن اشتباه بگیرم. این یک نقاشی با حس قوی و هم آلود است و اثر از خودش به جا میگذارد. این نقاشی متعلق به گوستاف کلمت است. به عقیده من این یک دست به نظر می رسد. آن را برجسته می سازد. ما نمی توانیم ابعاد آن را احساس کنیم و تنوع رنگی زیاد دارد. آن دکاده که در جای واقع شده است که با دریاها و کوها احاطه شده اند، بسیار آرام بخش به نظر می رسد. این نقاشی همچنین متعلق به کلمت است. این یک زنده و پرتراوتر به نظر می رسد. از نقاشی قبلی روشنتر است. با نگاه کردن به خانه ها می توانیم حدس بزنیم که کوه ها چقدر بزرگ هستند. این یک نقاشی است که با رنگ ساده کشیده شده است، اما ما می توانیم سبک مناسب به فرد او را ببینیم. این یک نقاشی متعلق به پیتر دویک است. روی همرفته این قطعه یک احساس گرم و رویارویی می دهد. آن خانه سرخ درست در وسط این تور به نظر می رسد که گویی در هوا شناور است. همچنین های شما می توانید سایه های مردم را ببینید؟ چرا نقاش به این صورت آنها را نشان داده است؟ درباره آن فکر کنید. این نقاشی همچنین متعلق به پیتر دوگ است. برخلاف قطعه قبلی، این یک نسبت در رنگ های تیره‌تر نشان داده شده است، اما همچنان احساسات رویارویی و ملایم را در خود دارد. خودتان را در حال عبور از یک پل رنگین کمانی تصور کنید، در حالی که دارید مانند آن دو نفر در یک شب پرستاره و یک رودخانه آرام نگاه می کنید. من تصور می کنم که پر از احساس صلح و آرامش خواهد بود. آیا از دیدن این آثار هنری لذت بردید؟ من می خواستم که احساسات رویارویی شبانه را به شما نشان بدهم، بنابراین این قطعه را با خود آوردم. می خواهم نگاهی به شکل و به زمینه هان بالون‌های هوایی داشته باشم، اما به صورت نامحسوس هان را تغییر دهم. پس بیایید با شروع کنیم. بسیار خوب، من زودتر طرحم را خلاص کردم. حالا خطوط را پاک می کنم تا آنها را روشن‌تر بسازم و سپس ما
و بالون‌های هوایی را با استفاده از مدادهای رنگارنگی رنگ‌آمیزی می‌کنم. می خواهم با استفاده از مدادهای شمعی آن ابرها در آسمان رنگ کنم. از آنجایی که این یک آسمان شب است، می خواهم آن را متمایل به خاکستری رنگ‌آمیزی کنم. بعد قصد دارم که آسمان را با ابر رنگارنگ کنم. همچنان که به سمت پایین‌تر می روم، می خواهم آن را روشن‌تر نشان دهم. از مدادهای شمعی ها و مدادهای رنگی استفاده خواهم کرد تا آسمان را با جزئیات بیشتر نشان دهم.
در نهایت ستاره ها را با قرار دادن مقدار رنگ اکریلیکی روی نوک مدادم نشان خواهم داد. و در پایان گلبرگ های لرزان گل ها را خواهم کشید. بسیار خوب، خلاص شد. از شما میخواهم که یک صحنه فانتزی را تصور کنید، چیزی که واقعی نباشد، و سعی کنید آن را نقاشی کنید. بار دیگر میبینمتان.